با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان آن سوی خبر را میگشاییم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات خبری تحلیلی در 24 ساعت گذشته حسب انتظار مردان اصلی عرصه سیاست های هستهی صدرنشین رسانه های عمده و اصلی جهان بودند در این میان سخنرانی جنجالی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا همینطور تازه ترین واکنش منفی باروک اوباما به نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش ها از اوضاع نابسامان حقوق بشر در ایران با تازه ترین گزارش سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در این کشور و تازه ترین اخبار از پیشروی های ارتش عراق در نبرد علیه نیروهای داعش اهم مطالب و موضوعات خبری از ایران منطقه و جهان در طول 24 ساعت گذشته بودند همینک مرور میکنیم بر شرح جزئیات رویدادهای برگزیده امشب در برنامه آن سوی خبر نخست قبل از واکنش باراک اوباما به اظهارات نتانیاهو

همانگونه که میبینید بنیامین نتانیاهو در میان تشویق پیاپی کانگرسمن های آمریکایی سخنرانی میکند که این میزان استقبال از رهبری یک کشور خارجی در صحن کنگره آمریکا تا حدودی کم نظیر است نخست وزیر اسرائیل در ابتدای سخنرانی خود با ابراز گلایی از کسانی که این سخنرانی ایشان را سیاسی میخوانند میگفت که برخی سخندانی وی را با هدف سیاسی برای انتخابات یاد کردند این در حالی است که او هرگز چنین هدفی نداشته است همان گونه که همه انتظار داشتند و ساعتی پیش از آغاز سخنرانی این نخست وزیر مخالف توافق هسته همه نگاه ها به محتوای اظهارات وی حول مذاکرات هسته ای متمرکز شده بود. میخوانیم بخش از سخنرانی ایشان را نتانیاهو از جمله می گفت من در اینجا حاضر شدم تا در خصوص مسئله ای صحبت کنم که موجودیت اسرائیل را مورد تهدید قرار داده است و آن تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته است. نخست وزیر اسرائیل در فراز بعدی سخنان خود مستقیم با نام بردن از رهبری ایران با لحنی تعن آمیز به محدودیت های اینترنتی موجود در ایران اینگونه می گفت که هرچند اینترنت در ایران آزاد نیست اما آیت الله خامنه ای رهبر ایران با استفاده از توییتر به زبان انگلیسی خواستار از بین رفتن اسرائیل شده است بنیامین نتانیاهو در ادامه این سخنرانی جنجالی می گفت توافق هسته با جمهوری اسلامی که از مذاکرات حاضر حاصل شود مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نخواهد شد بلکه به زعم وی زمینه دستیابی به چنین هدفی را نیز فراهم می کند نخست وزیر اسرائیل در ادامه صحبتهای خود اضافه می کرد که در توافق احتمالی با ایران هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای این کشور از بین نمی ایشان در سخنانی تا حدودی کلی و پراکنده تصریح می کرد که تا احتمالی گروه پنج به علاوه یک با ایران خیلی بد است و بهتر است که چنین تا افقی صورت نگیرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگی های رفتاری ایرانیان خاصه در عرصه داد و ستدهای اقتصادی این گونه نتیجه می گرفت و می گفت که ایرانی بیشتر از شما به این توافق نیاز دارد به همین دلیل از تهدید برای ترک میز مذاکرات نترسید چرا که ایرانی ها در بازار هم برای معامله بلوف میزنند بنیامین نتانیاهو در پایان سخنرانی خود می گفت اگر اسرائیل مجبور شود به تنهایی خواهد ایستاد اما میدانم آمریکا نیز در کنار اسرائیل خواهد ایستاد نکته قابل توجه در این سخنرانی پرهاشیه آنچه عمده طیف دموکرات های کنگره و حزب همسوی باراک اوباما از حضور در جلسه سخنرانی وی خودداری نمودند این در حالی است که نمایندگان حزب رقیب یعنی جمهوری و البته تعداد بیشماری از حزب دموکرات نیز حضور یافتند بنابر گزارش خبرگزاری رویترز تا صبح روز سهشنبه دست کم نماینده از دویست و سی و دو قانونگذار دموکرات در سخنرانی نتانیاهو در نشست مشترک کنگره حضور نداشتند در این راستا بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله به گزارش CNN این, این سومین باری است که نتانیاهو در نشست مشترک کنگره آمریکا سخنرانی می کند و وی دومین شخصیت خارجی است که در تاریخ کنگره سه بار سخنرانی می کند لازم به ذکر است که پیشتر وینستون چرچیل نخست وزیر اسبق بریتانیا سه بار در کنگره آمریکا سخنرانی کرده بود که مدال های افتخاری رو در آن هنگام به مسابقه آوارد و جایزه دریافت کرد و اما در ادامه این ناهمسوی های سرزده از مردان سیاست آمریکا و اسرائیل باراک اوباما ساعتی پس از اتمام سخنان این نخست وزیر به موضع نتانیاهو تاخت و تا حدودی آن را توهی و خالی از هر گونه نکته جدید برشمرد اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخنرانی جنجالی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا علیه توافق احتمالی اتمی با ایران این گونه می گفت که این سخنرانی هیچ حرف تازه ای نداشت و بنیامین نتانیاهو هیچ راه جایگزین عملی ارائه نکرده است باراک اوباما در گوشه ای از سخنان خود با اشاره به اینکه سخنرانی نتانیاهو رو زنده تماشا نکرده اما بعدا متن آن را دیده است گویا یا به گونه ای میکوشید البته بسیار نرم و مستطر بر بی اهمیتی سخنان نتانیاهو تأکید بیشتر کند و البته این در حالی است که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حرمت رئیس جمهور آمریکا را نگه داشت و در ادامه از اقدامات اوباما رئیس جمهور آمریکا و کنگره در حمایت از اسرائیل تقدیر کرده بود در سوی دیگر آن سوی خبر خبر می رسد که در حیاهوی اظهارات تندوتیز نتانیاهو خانم فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه شنبه در سخنانی در ژنو که به نظر می رسید خطاب به نتانیاهو باشد اظهاراتی بیان کرده می گفت حراس افکنی در این مرحله کمکی نمی کند. وی افزود که ما در حال نزدیک شدن به یک توافق هستیم خانم موگرینی می گفت من می خواهم درخواست کنم از همه بازیگران رسمی بخواهم که به جای به خطر انداختن تلاش های دیپلماتیک بسیار مشکل بوده تا کنون به اینجا رسیده ایم نقشی تسهیل کننده ایفا کنند همزمان هیئت های ایران و آمریکا روز سهشنبه در دو نوبت گفتگوهایی را به طور دو جانبه و نیز با حضور وزرای خارجه برگزار کردند. همچنین معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا اصر دیروز با حضور هلگا اشمت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی می گفت که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چهارشنبه شب پس از نشست هسته ای با ایران از سوئیس به ریاض می روید تا با رهبران عربستان در این باره صحبت کند بنابر این گزارش آقای جان کری همچنین به رهبران عربستان اطمینان خاطر خواهد داد که امضای هر توافق هسته ای به معنای نادیده گرفتن اقدامات دیگر ایران در منطقه نیست و اما واکنش ها از ایران به دو سوی تندروهای ایران و اسرائیل موزگیری هاشمی رفسنجانی از سوی بیشتر روزنامه های حامی این روحانی اخیرا میانه رو باستاب گسترده ای داشت از جمله روزنامه آرمان مطلب نخست شماره امروز را به نقل از رفسنجانی این گونه بست که دلواپسان با نتانیاهو همزبان زبان اند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در ایران منتقدان داخلی مذاکرات اتمی را رسما و هم همزبان نخست وزیر اسرائیل توصیف کرد و می گفت نتانیاهو آنجا اوباما را تهدید می کند و اینجا هم دلواپسان می گویند که ما اسرار هویدا می کنیم البته ما نمیدانیم که این چه سری است هاشمی رفسنجانی تاکید می کرد که تیم مذاکره کننده بارها از سوی رهبری مورد حمایت قرار گرفت و با برنامه رهبری کارها را انجام می دهد. در اظهار نظر دیگر علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر آیت الله خامنه ای در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی نسبت به این موضوع موضع اتخاذ کرد و می گفت شخص رهبری مدیریت مذاکرات را بر عهده گرفتن ناطق نوری اشاره می کرد به طور یقین اگر اجازه معظم الله منظور آیت الله خامنه ای در این کار نمی بود کسی حق ورود به موضوع مذاکره را نداشت هر چند رهبری فرمود که زیاد به مذاکرات خوشبین نیست تأکید علی اکبر ناطق نوری و اکبر هاشمی رفسنجانی بر حمایت آیت الله ای از مذاکره کنندگان ای در شرایطی صورت گرفته که اصول گرایان منتقد مذاکرات که به دلواپسان شهرت یافتهاند میگویند که رهبر ایران از روند این گفتگوها ناراضی است و آنقدری هم رضایت ندارد که در برخی از رسانه های به اصلاح طلب بیان می شود. در مجموعه واکنش ها به شیوه ای عجیب تر از قبل حمایت ها میز بود حتی از سوی برخی از نیروهای میان روی اصولگرایان از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس علاءالدین بروجردی رئیس این کمیسیون موضع آمریکا در مذاکرات هسته ای رو عاقلانه تر از گذشته و نزدیک به واقعیت توصیف کرده بود اظهاراتی که تا حدودی کم نظیر به نظر می رسید آقای بروجردی می گفت تا آفق نهایی حاصل نشده اما می توان گفت آمریکایی ها شدهاند و ادبیات آنها نسبت به گذشته عاقلانه تر و منطقی تر شده است رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی ایران همچنین می گفت روزهای مهمی جهت اتخاذ تصمیم های خوب پیش روست و در آستانه توافق نهایی قرار داریم آقای بروجردی می گفت بسیاری از گره های فنی نیز حل شده و رفع تحریم ها نیز در یک شب نخواهد بود و چند ماه به طول می انجامد ولی باید تصمیم برای آن اتخاذ شود. همچنان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید از تلویزیون ایران فردا با رویدادهای منطقی و همینک خارجی عملیات آزادسازی تکرید در عراق همچنان جولانگاه جنگ میان ارتش عراق شبه نظامیان مسلح شیعه تحت حمایت ایران با گروه شورشیان داعش است یک روز پس از آغاز حمله چند جانبه نیروهای عراق برای بازپسگیری شهر تکریت از دست نیروهای داعش شبکه خبری الجزیره از تسخیر چندین روستا در مسیر منتهی به تکریت توسط نیروهای عراق خبر میداد بنابر این گزارش ها نیروهای عراق هنوز وارد شهر تکریت نشده اند و درگیری ها در این شهر جریان دارد همچنین خبر می رسید. در این درگیری ها رهبر داعش در جنوب تکریت دیده شده و گفته می شود دیگر مقامات داعشی نیز به شهرک های اطراف گریختند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد در دومین روز این حمله پیشروی نیروهای اراقی به داخل شهر به خاطر استفاده زیاد داعشی ها از تک تیراندازها و تله های انفجاری تا حدودی کند شده است. دولت عراق از روز دوشنبه 11 اسفند ماه حجوم نظامی به سوی تکریت را آغاز کرد که در آن شبه نظامیان شیعه و نیروهای اشیرعی سنی نیز حضور گسترده دارند. اشایری که پیشتر منتقد دولت شیعه بودند. شهر سنی نشین تکریت زادگاه صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق در 150 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد که تابستان گذشته همزمان با موسل به تصرف داعشی ها درآمد. در همین حال خبرگزاری الجزیره به نقل از نیروهای درگیر در نبرد از حضور بزرگ ایران در این نبردها خبر می دهد. الجزیره به نقل از منابع درگیر می نوشت قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در محل حضور دارد و در ارتش عراق و شبه نظامیان مورد حمایت ایران نبرد را هدایت می کند. این خبر مرتعید مقامات نظامی عراق قرار نگرفته است از سوی دیگر روزنامه اشعب اش در این زمینه مینوشت، سلیمانی نزد دوستانش از نوع هادی الامری فرمانده سپاه بدر در سامرا مستقر است ادامه می دهیم برنامه آن سوی خبر رو مجددا با خبرهای از ایران سویه های تازه از آن سوی خبر را با هم می خانیم. حدس و گمانه ها به بخت کرسیدار احتمالی و آتی خبرگان همچنان با موج فزاینده گمانه ها مواجه است به ویژه پس از پیشبینی بینی نشریه فیگارو مبنی بر احتمال مرگ زود هنگام آیت الله علی خامنه ای در اثر آرزه سرطان پروستات تا دو سال آتی چشم ها بیشتر به این مجلس رهبر ساز دوخته شد تا جایی که در تازه ترین روی داد، ادعای انتشار نامه گروهی از خبرگان رهبری به حاشمی رفسنجانی به گوش می رسد. در این راستا یک سایت خبری در ایران از نامزد شدن احتمالی هاشمی رفسنجانی برای ریاست خبرگان رهبری خبر داده است. به نوشته سایت سفیر تعداد قابل توجهی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در نامه به آیت الله هاشمی رفسنجانی از وی خواستند تا برای ریاست مجلس خبرگان نامزد شود بنابر این گزارش در نامه این نمایندگان با اشاره به شرایط حساس و خطیر کشور ایران از هاشمی رفسنجانی خواسته شده بدون توجه به هواشی و موج تخریب هایی که هر روز علیه و صورت می گیرد به عنوان رئیس مجلس خبرگان خودش را نامزد کند سایت سفیر می نوشت یک منبع نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که هاشمی رفسنجانی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان خواهد شد آن سوی خبر را با چند رویداد در حوزه حقوق بشر پی می گیریم گزارش سالانه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله تعداد موارد اعدام در ایران را نگران کننده دانسته و از این کشور انتقاد کرد که به وعده خود مبنی بر بهبود حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی عمل نکرده است این گزارش که روز سهشنبه دوازدهم اسفند ماه از سوی دفتر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر ارسال شده نگرانی های سازمان ملل در مورد وضعیت زنان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی و اقلیت های قومی و مذهبی رو تشریح کرده است گزارش تصریح داشت که ایران در ده ماه اول سال 2014 حداقل 500 نفر و احتمالاً بسیار بیشتر از این تعداد را اعدام کرده و محاکمه اکثر اعدام شدگان به طور منصفانه انجام نشده است گزارش سازمان ملل متحد در عین حال اشاره می کرد که حدود 80 درصد اعدام شدگان دارای جرائم مرتبط با مواد مخدر بودند سازمان ملل در بخشی از متنی که در تشریح وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده اینگونه می آورد که دبیر کل این سازمان عمیقا نگران تعداد بالای اعدام ها در ایران از جمله اعدام زندانیان سیاسی و افراد زیر 18 سال است سازمان ملل در عین حال یادآور شد که ایران نسبت به گذشته همکاری بیشتری در اجرای پیمانهای بین المللی حقوق بشر انجام داده و از کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان برای سفر به ایران دعوت کرده هرچند همچنان اجازه سفر گزارشگر حقوق بشر به ایران را نداده است منظور عدم پذیرش احمد شعید مورد اشاره سازمان ملل بوده است و اما مصادیق عینی نقض حقوق بشر در ایران همزمان با انتشار گزارش سازمان ملل متحد از اوضاع نابسامان حقوق بشر ایران از زندان رجایی شهر خبرهایی حراساور به گوش میرسد حراساور به پشت دیوارهای بلند آن زندان به بیرون درس کرده است احتمال اعدام شش زندانی رویدادی کوتاه که از صبح امروز کوشندگان حقوق بشر را در شوک کشاند. بنابر گزارش های رسیده از ایران دیروز شش زندانی کرد سنی مذهب برای اجرای حکم اعدام به بخش قرنطینه زندان رجایی شهر کرج انتقال یافتند این شش زندانی که حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و حادی حسینی نام دارند به اتهامات امنیتی دستگیر و سپس به اعدام محکوم شدند. حبیب الله احمدی پدر حامد احمدی در مصاحبه که با یکی از رسانه های پارسی زبانه برون مرز داشت می گفت که مطلع شده مأموران روز سه شنبه دوازده اسفند پسر او را در ساعت نه صبح از سلول خود خارج کردند. احمدی که در هنگام مصاحبه در مسیر سنندج به کرج بود می گفت امروز صبح شخصی از مددکاری زندان با منزل این زندانی در سنندج تماس گرفته و از اعضای خانواده احمدی خواسته است در ساعت چهار بعد از ظهر برای آخرین ملاقات با او در زندان رجای شهر کرج باشد همینطور حامد احمدی کمال مولایی و جهانگیر و جمشید دهقانی به دست داشتن در قتل ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری متهم شدند. دو زندانی دیگری که امروز به بخش قرنطینه رجای شهر منتقل شدند صدیق محمدی و هادی حسینی هستند که در خرداد سال 88 دستگیر شده و سپس به اتهام ارتباط با گروه های سلفی حکم اعدام دریافت کرده اند. در سوی دیگر حبس یک فعال سیاسی وابسته به نهزت آزادی کارنامه خبری حقوق بشر در ایران را سیاهتر و تیره تر کرده است خسرو منصوریان از اعضای نهزت آزادی ایران که در سال 80 یعنی حدوداً 13 سال پیش از سوی دادگاه به زندان محکوم شده بود با ابلاغ حکمش روانه زندان اوین شد آقای منصوریان سال 80 در بازداشتی دست جمعی که منجر به بازداشت اعضای نهزت آزادی و فعالان ملی مذهبی به اتهام براندازی بود دستگیر شد بر اساس گزارش سایت ملی مذهبی که اخبار مربوط به این تیف را پوشش می دهد دادگاه انقلاب منصوریان را از اتهام براندازی تبرعه اما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به هشت سال حبس تعذیری محکوم کرد سایت ملی مذهبی می گفت که احکام تجدید نظر این پرونده هیچگاه ابلاغ نشد و وسیقه های آن پرونده همچنان در توقیف قوه قضایی مانده است. آقای منصوریان بنیانگذار انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی است انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی که در واقع احیای ارزش نام دیگران است یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که در ایران فعالیت دارد به زنانی که از همسر خود به بیماری ایدز مبتلا شده اند و فرزندان این زنان پس از درگذشت همسرشان بیپناه می شوند کمک های مالی و مشورتی می دهد. همچنان با برنامه آن سوی خبر سری میزنیم به خبرهای فسادهای سازمان یافته که دست به دست در نهادها میچرخد وزارت کشور همینک مسئول پدیده شاندیز شد بنابر گفته کازم پالیزدار مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی وزیر کشور ایران مسئول کمیته رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز شد اعضای این کمیته رو نمایندگان از قوه قضاییه دولت و نمایندگان مجلس تشکیل میدهند پالیزدار گفته است ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال احقاق حقوق سهامداران شرکت پدیده شاندیز است و با توجه به مشخص بودن عراضی تصرف شده جای نگرانی برای دریافت مطالبات سهامداران وجود ندارد در ماهای اخیر موضوع پدیده شاندیز مورد پیگیری مقامهای قضایی ایران قرار داشت و از جمله دفاتر آن در دی ماه امسال محرموم شده است. در روزهای گذشته جمعی از سهامداران و سپورتگزاران مؤسسه اعتباری میزان که اجرای طرح پدید شاندیز را بر عهده دارد با حضور در مقابل شعبه یک این مؤسسه در میدان جانباز مشهد خواستار پاسخگویی مسئولان مؤسسه میزان به مطالباتشان شدند. مصطفی پورمحمدی محمدی وزیر دادگستری ایران اخیرا با اعلام اینکه دفاتر پدیده از این جهت بسته شده که هیچ گونه گذاری جدیدی صورت نگیرد می گفت فعالیت سپردگذاران قبلی مشکلی ندارد و فعالیت های این شرکت برای همیشه متوقف نمی شود. پیش از او نیز معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک می گفت که اظهار نظرهای قابل توجه نسبت به شرکت پدیده شاندیز بیان شده اما هنوز به اظهار نظر قطعی قضایی نرسیده است که بتوان به طور سریع از ارتکاب جرم این شرکت سخن گفت ادامه برنامه ها جدال بر سر کنسرت های لغو شده ساز دو دستگاه قضایی و وزارت ارشاد را ناکو کرده است در این میان مخالفت وزیر ارشاد با لغو کنسرت ها توسط دادستان ها پرده های تازه از تنش های پشت پرده مردان دولت در نظام فاقه ها کنار می زند. وزیر ارشاد دولت روحانی می گفت، معنی ندارد در جایی مقام غذایی پیدا شود و جلوی اجرای موسیقی و برگزاری آن آن هم موسیقی سنتی را بگیرد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گفت متاسفانه جریان ضد هنری به خصوص در مسئله موسیقی به راه افتاده است که عمده آنان عناصری هستند که تحت عنوان دفاع از ارزش های دینی به مخالفت با هنر موسیقی مشغولند وزیر ارشاد به نظرهای مختلف علما درباره موسیقی اشاره می کرد و می گفت برخی اصول است که موسیقی را به طور یک حرام بدانند اما باید بدانیم اینجا اسلامی است و در رأس آن ولی فقیه قرار دارد سخنان علی جنتی در حالی ابراز می شود که دو روز پیش مقلام حسین اجعی سخنگوی قوه قضایی از دادستان ها در لغو کنسرت ها حمایت می کرد جنتی در ادامه خطاب استانداران می گفت من از شما تقاضا می کنم با جدیت از مجوزهای صادره برای اجرای کنسرت ها حمایت کنید وزیر ارشاد دولت میان روی روحانی با بیان اینکه در اجرای برنامه های فرهنگی به ویژه موسیقی و کنسرت ها نمی شود یک بام و دو هوا عمل کرد این گونه می گفت که نمی شود یک برنامه در یک جا شرعی و در جای دیگر حرام باشد و از برگزاری آن جلوگیری شود که اشاره داشت به ممانعت کنسرت موسیقی در شهر مذهبی مشهد در وقت باقی مانده با رویدادی از ایالات متحده آمریکا آن سوی خبر را پی میگیریم و شاید هم به پایان بردیم به تناسب زمان البته سال گذشته در فرگسون آمریکا تیراندازی پلیس پوست به جوانی سیاپوست موجی از اعتراضهای عمومی در آمریکا را پدید آورده بود وزارت دادگستری آمریکا همینک به شواهدی دست یافت که نشان میدهد عملکرد پلیس شهر فرگسون در ایالت میزوری با جانبداری های نژادی همراه بوده است وزارت دادگستری آمریکا قرار است اداره پلیس فرگسون را به دلیل گشت و توقف بی جای شهروندان آفریقایی تبار آمریکا و بازخواست های دلیل از آنها متهم کند در پی کشته شدن جوان سیاه پوستی به نام مایکل براون در تابستان سال 2014 به دست پلیس فرگسون وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات جداگانه ای را درباره رعایت حقوق مدنی شهروندان از سوی این اداره پلیس آغاز کرد. قتل براون به دست یک پلیس سپید پوست به نام دارن ویلسون در فرگسون منجر به بروز اعتراض های مردمی در این شهر و دیگر نقاط آمریکا شده بود در تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا از جمله اومده بود که پلیس فرگسون در برخورد با سیاپوست ها تبعیض آمیز عمل می کند رسانه های داخلی ایالات متحده آمریکا نیز می نوشتند قرار است گزارش رسمی وزارت دادگستری درباره عمل کرده پلیس فرگسون روز چهارشنبه به طور رسمی منتشر شود <applause> همچنین روزنامه <applause> نیویورک تایمز گزارش داده است که تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا فاش می کند برای موازنه بودجه شهر از مبالغ دریافتی از جریمه شهروندان فرگسون استفاده می شود و با این خبر وقت برنامه آن سوی خبر در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های خبری تحلیلی امشب از جمله گزارش روز که شرح تکمیلی برخی از مهمترین رویدادهای جاری است این جانب از محضر یکای خداحافظی میکنم تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های تازه تر از آن سوی خبر ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود ملل متحد روز سهشنبه دوازدهم اسفند ماه با انتشار گزارش تازه‌ای در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد در این گزارش به شمار بالای اعدامها در سال گذشته اشاره شده و آمده جمهوری اسلامی ایران به وعده خود درباره حفاظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی عمل نکرده است در این گزارش که از دفتر بانکی مون کل سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر این سازمان ارسال شده در مورد نقض حقوق زنان اقلیتهای مذهبی خبرنگاران و فعالان ابراز نگرانی شده است گزارش سالانه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی منتشر می شود که مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافقی کلی در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک می شود. رویترز به نقل از گزارش یاد شده می ایران بین ژانویه و نوامبر سال 2014 دست کم 500 نفر و احتمالا خیلی بیشتر از این تعداد را ادام کرده است. اکثریت ادام شدگان از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند و بیش از 80 درصد آنان در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر ادام شدند. این گزارش بر نگرانی عمیق دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد شمار افزایش یابنده ادام ها از جمله اعدام سیاسی و زیر سن قانونی تاکید کرده است انتشار این گزارش در حالی است که بنابر گزارش‌های منابع خبری از ایران امروز صبح شش زندانی کرد سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند این شش زندانی که حامد احمدی کمال ملایی، جمشید دهقانی، جانگیر دهقانی، صدیق محمدی و حادی حسینی نام دارند به اتهامات امنیتی دستگیر شده بودند. به گزارش منابع خبری روز گذشته از زندان رجای شهر با خانواده این زندانیان تماس گرفته شده تا قبل از ساعت چهار بعد از ظهر خود را برای آخرین ملاقات به زندان برسانند. حامد احمدی کمال ملایی و جهانگیر و جمشید دهقانی به اتهام دست داشتن در قتل ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شدند این در حالی است که سازمان عفو بین الملل پیشتر با صدور بیانیه در ارتباط با آنها تاکید کرده بود این زندانیان مدعی هستند که تاریخ دستگیری آنها دو ماه پیش از ترور شیخ الاسلام بوده است بنابر گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر این چهار زندانی بعدها از اتمام ترور ملا محمد شیخ الاسلام تبرئه شده و به اتهام محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف دولت به ادام محکوم شدند. دو زندانی دیگری که امروز حکم اعدام آنها اجرا شده صدیق محمدی و هادی حسینی هستند که در خرداد 88 دستگیر شده و سپس به اتهام ارتباط با گروه های سلفی حکم اعدام دریافت کردند مشخص نیست که اعدام شدگان مشخصا به اتهام ارتباط با چه گروه های محکوم به اعدام شدند در گزارش سالانه سازمان ملل متحد یادآوری شده که ایران به وعده حسن روحانی درباره گسترش حفاظت از همه گروه های مذهبی و اصلاح قوانین تبعیز آمیز علیه اقلیت ها عمل نکرده است. سازمان ملل در گزارش خود می گوید بعدهای یاد شده روحانی تجلی نیافت و کسانی که در جستجوی به شناخته شدن بیشتر حقوق فرهنگی و زبانی خود هستند با خطر مجازات های سخت از جمله مجازات اعدام روبرو هستند. گزارش سازمان ملل متحد میگوید تهران به سرکوب آزادی بیان ادامه داده 5 میلیون وبسایت را مسدود و خبرنگاران را زندانی کرده است ممنوعیت کار وکلای مدافع حقوق بشر و آزار فعالان باعث ایجاد عقب گردی در مقیاس کلی در کشور شده است. گزارش یادآور می شود که مزنونان در ایران شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار می گیرند. ماها در انفرادی نگهداری می بدون اینکه به وکیل دسترسی داشته باشند و برای اتهام‌های هایی مانند فساد فلعرز و محاربه با خدا با خطر مرگ روبرو هستند. در این گزارش همچنین آمده است که ایران همکاری خود در زمینه پیمان نامه های حقوق بشری سازمان ملل را بیشتر و زید رعدل حسین کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان برای دیدار از این کشور دعوت کرده است. در این حال آمده است که ایران از بازرسان سازمان ملل در زمینه حقوق بشر دعوت نکرد و پرسشنامه های 24 و 29 این سازمان پیرامون مواردی ویژه را بیپاسخ گذاشت. سازمان ملل در گزارش تازه خود میگوید دو سوم زنان ایران مورد خشونت خانگی قرار میگیرند. دخترها مجبور به ازدواج در سن پایین میشوند به طوری که حدود 48450 دختر بین 10 تا 14 سال در سال 2011 ازدواج کردند و ازدواج حداقل 1537 نفر از آنها نیز در سال 2012 صورت گرفت. علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به سخنرانی روز گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا آن را یک شوی سیاسی خواند و گفت که این سخنرانی نشانگر استخدام کنگره یک کشور بزرگ که دایه مدیریت جهانی دارد در دست یک رژیم پوشالی است. آقای لاریجانی صبح امروز در نطخ پیش از دستور جلسه علنی مجلس گفت گرچه این سخن او نظیر سایر دروغ های این فرد که آقای اوباما نیز در مصاحبه خود به آن اشاره کرد بی تر از آن است که بدان توجه می شود اما اگر رژیم سهیونیستی یا کنگره آمریکا مایل هستند فرزند ناخلف خود را روی ویلچر تحویل بگیرند اقدام نظامی کنند تا پاسخ کوبنده و همه جانبه نیروهای مسلح ایران را به خوبی لمس کنند آقای لاریجانی گفت اگر اسرائیل آنقدر قدرت دارد که علا رقم توافق بین المللی به ایران حمله کند چرا نخست وزیر این رژیم آنقدر دست باچه به کنگره رفته و نگران ایران است؟ حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در واکنش به سخنرانی روز گذشته بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا گفت مردم جهان و همچنین مردم آمریکا هوشیارتر از آن هستند که رژیمی که همواره کارش آتش افروزی بوده حالا بخواهد با زبان نصیحت صحبت کند. رژیمی که برخلاف مقررات بین المللی و دور از چشم ناظران بین المللی به دنبال تسلیحات اتمی بوده، بمب اتم تولید کرده، تعداد زیادی بمب اتم را ذخیره کرده و با عدم امضای معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی NPT به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اجازه نمی دهد از تأسیسات اتمیش بازدید کنند. امروز جهان در عصر اطلاعات هست دیگه دنیای دیروز گذشته که کسی فکر کنه با شعار و یه سخنرانی میتونه افکار عمومی ملتی رو یا دنیایی رو تغییر بده و هم مردم جهان هم مردم آمریکا هوشیارتر از اون هستن که یک رژیمی که همواره کارش آتش افروزی بوده حالا بخواد با زبان نصیحت صحبت کنه اون هم رژیمی که به هر حال بر خلاف مقررات بین المللی دور از چشم ناظران بین المللی به دنبال تسلیحات اتمی بود بمب اتم رو ارز کنم تولید کرده تعداد زیادی بمب اتم رو ذخیره کرده وی بار دیگر تاکید کرد ایران اسلامی همواره در سازمان ملل متحد به دنبال طرح خاورمیانه آری از تسلیحات اتمی بوده و هست. ایران همواره در سازمان ملل دنبال خاورمیانه آری از سلاح ای بوده. متاسفانه اونها این منطقه رو به این سلاح مخرب آلوده کردند. رئیس جمهوری ادامه داد این گونه حرف ها هیچ تأثیری در اراده ملت ها و دولت ها نخواهد داشت اساس مذاکرات ما با دنیا بر مبنای حسن نیت در برابر حسن نیت صداقت در برابر صداقت اطمینان در برابر اطمینان و اعتماد در برابر اعتماد است روز گذشته بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در کنگره آمریکا هشدار داد که مذاکرات اتمی جاری با ایران راه این کشور برای دستیابی به بمب اتمی را هموار می کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخنان او گفت که این سخنرانی هیچ حرف تازه ای نداشت و بنیامین نتانیاهو هیچ راه جایگزین عملی ارائه نکرد. آقای لاریجانی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به منتقدان داخلی مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک گفت اگر ای از نمایندگان مجلس در مسئله هستهای نگرانی دارند از باب اهمیت موضوع در سیانت از این دستاورد ملی است رئیس مجلس گفت وقتی سیاست های مذاکرات هسته‌ای توسط رهبر ایران مشخص شده مادامی که این چارچوب ها رعایت شود مذاکره کنندگان مورد حمایت همگان هستند آقای لاریجانی همچنین در اشاره به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام که گفته بود دلواپسان امروز با نتانیاهو همزبان شدند گفت مقایسه دلمشغولی برخی نمایندگان و افراد با رفتار خسمانه رژیم سهیونیستی مقایسه غیر منصفانه است. روز گذشته آقای هاشمی گفته بود نتانیاهو آنجا اوباما را تهدید می کند و اینجا هم دلواپسان می گویند که ما اسرار را می گوییم. البته ما نمی دانیم این چه سری است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارات لاریجانی را با فریادهای مرگ بر اسرائیل تایید کردند. جیمز کلاپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفته است ایران نقشی جدی در مقابل با داعش در عراق دارد و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته شرکت ایران در عملیات این هفته در عراق شفافتر از همیشه بوده است آقای کلاپر که وظیفه هماهنگی 17 سازمان اطلاعاتی آمریکا را به عهده دارد در مصاحبهش با چارلی روز که سهشنبه از تلویزیون CBS بی اس پخش شد گفت ایرانی ها مقدار زیادی سلاح از جمله هواپیماهای بدون سرنشین به عراق بردند آقای کلاپر گفت که ایران تعهدی جدی در این نبرد دارد و شماری از ایرانی ها در امر ارائه مشاوره به دولت عراق علیه گروه دولت اسلامی داعش کار می کنند جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک جلسه سنا گفت کمک نظامی ایران به شبه نظامیان شیعه عراق چیز تازه ای نیست اما در عملیات این هفته در عراق به صورتی شفافتر انجام شد عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر تکریت از داعش روز دوشنبه آغاز شد و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران هم برای مشارکت در هدایت این عملیات در استان صلاح الدین به سر میبرد ژنرال دمسی در جلسه کمیته خدمات مسلحانه سنا گفت این ایانترین حمایت ایران است که در قالب کمک توبخانه و سایر کمک ها انجام می شود جنرال دمسی گفت بی پرده بگویم این همکاری تنها در صورت این مسئله ساز خواهد بود که به فرقه ای گری منجر شود همزمان هیدر ابادین نخست وزیر عراق با تجلیل گفته است زمان اعلام پیروزی بر داعش نزدیک است دفتر حیدرالعبادی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد فرمانده کل نیروهای مسلح روز سهشنبه به منظور نظارت بر روند عملیات نظامی آزادسازی استان صلاح الدین و پیگیری درگیری های آزادسازی قرب الانبار با فرماندهی مشترک عملیات دیدار کرد و تماسهایی با فرماندهان نظامی در جبهه درگیری گرفت رویترز هم در گزارشی نوشت که اطلاف تحت رهبری آمریکا هنوز در عملیات تکرید شرکت نکرده که شاید به دلیل حضور ایران باشد مقام های آمریکایی میگویند که عراق برای این عملیات از واشنگتن کمک نخواسته است به گفته ژنرال دمسی شبه نظامیان شیعه حدود دو سوم نیرو در عملیات تکریت را تشکیل میدهند و باقی نیروهای ارتش عراق هستند هرچند ایران و آمریکا هر دو با داعش در جنگ هستند اما میگویند در این زمینه همکاری ندارند جان وزیر خارجه آمریکا هفته پیش گفته بود که ایالات متحده و ایران دارای منافع مشترک در شکست دادن داعش هستند اما همکاری ندارند کریستیان ورموت رئیس سیاستگذاری پنتاگون روز سهشنبه تایید کرد که هیچ هماهنگی یا تماسی میان نیروهای ایرانی و آمریکایی در عراق وجود ندارد پیشتر در روز سهشنبه گزارش شد که عملیات تهاجمی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت به دلیل وجود بمب‌های کنار جاده‌ای با مانع روبرو شده است. خبرگزاری فرانسه نوشت که درگیری‌های شدیدی میان دو طرف در جنوب تکریت در جریان است. رهبران دو کشور عربستان سعودی و کره جنوبی بر سر ساختن دو نیروگاه اتمی در عربستان سعودی و همچنین فروش نیروگاه های هوشمند اتمی به توافق رسیدند. اجرای این توافق عربستان سعودی را در شمار صادرکنندگان نیروگاه های اتمی قرار خواهد داد. پارک چونگهی، رئیس جمهور کره جنوبی که به عربستان سفر کرده با ملک سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد و تفاهم نامه همکاری های اتمی میان دو کشور امضا شد روزنامه الحیات گزارش داد که بر این اساس علاوه بر همکاری های ای دو کشور توافق نامه های نقل و انتقال دریایی و همکاری های علمی هستهی و تحقیقات علمی نیز امضا کردند همزمان دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در سئول از ساخت و فعالسازی دو نیروگاه اتمی در عربستان خبر داد و تأکید کرد که دو کشور بر اعزام دانشمند کارشناس و اساتید دانشگاه کایست کره جنوبی به عربستان برای افتتاح دانشکده مهندسی هسته در عربستان و تأمین نیروی انسانی شهرک هسته ملک عبدالله و همکاری علمی به توافق رسیدند در ادامه این بیانیه تأکید شد نیروگاه های هوشمند کره جنوبی در عربستان طی چند سال آینده به صورت گسترده تولید خواهد شد و تا سال 2030 دست کم 180 نیروگاه از این دست برای صادرات به کشورهای جهان سوم ساخته می شود. شاهزاده ترکی الفیصل رئیس اسبق دستگاه اطلاعات عربستان سعودی اخیرا گفته بود که ریاض در پی توسعه انرژی هسته است عربستان سعودی بارها شکاره اعلام کرده که حق توسعه توانمندی اتمی را برای مقابله با تهدید ایران برای خود محفوظ میداند به همین دلیل در ماه اخیر چندین بار گزارش هایی از افزایش همکاری اتمی عربستان با پاکستان مطرح شده است خبر توافق اتمی عربستان و کره جنوبی در حالی منتشر شده است که قرار است امروز جانکری وزیر خارجه آمریکا در ریاض با سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کند و او را در جریان جزئیات گفتگوهای هسته‌ای با ایران قرار دهد. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز گذشته خواستار انتقال گفتگوها بین گروه های مختلف یمنی به مقر شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایتخت پادشاهی سودی شد. آقای هادی از زمان به قدرت رسیدن حوسی های تحت حمایت ایران صنعا پایتخت یمن را ترک کرده است همچنین از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل خواست تا سفارتخانه های خود را به شهر جنوبی عدن منتقل کنند. عدن پس از سقوط شهر صنعا به دست کودتاچیان حوسی اکنون به محل استقرار رئیس جمهوری این کشور تبدیل شده است یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری یمن گفت آقای هادی درخواست انتقال گفتگوها به مقر شورای همکاری خلیج فارس در ریاض را پس از دیدار با سران قبایل در عدن اعلام کرده است شورای همکاری خلیج فارس پشتیبان اصلی توافقی بود که بر اساس آن در سال 2012 حکومت یمن از علی عبدالله ساله ریاست جمهوری پیشین به حادی منتقل شد. این انتقال بعد از سالها تظاهرات و درگیری های خیابانی صورت گرفت. همزمان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده واشنگتن در صدد انتقال سفارت خود از صنعا به شهر عدن نیست. واشنگتن در فوریه گذشته سفارت خود را در صنعا بست و تمام کارکنانش را از آن کشور خارج کرد. به گفته مقام های آمریکایی ماتیو تولر سفیر آمریکا در یمن همکنون در دفتر شهر جده عربستان مشغول فعالیت است بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه سفیر آمریکا روز دوشنبه با عبد رب منصور خادی در عدن دیدار و گفتگو کرد و پس از آن اعلام کرد ایالات متحده همچنان آقای خادی منصور را رئیس جمهوری قانونی یمن میداند تعدادی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سفارتخانه خود را از صنعا به عدن انت دادن سوی دیگر جمال بن عمر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن روز دوشنبه گفت که طرفهای حاضر در گفتمان یمن پذیرفتند تا گفتگوها به محلی که آنها تعیین میکنند منتقل شود آقای حادی یک ماه پیش موفق به فرار از صنعا به شهر جنوبی عدن شد و وظایف خود را به عنوان رئیس جمهوری یمن در این شهر ادامه میدهد بسیاری از کشورهای جهان سفارتخانههای خود را در صنعا پایتخت یمن و پس از سقوط این شهر در تحولی دیگر در یمن، القاعده مسئولیت کشته شدن نه تن از نیروهای جنبش انصار الله در حمله انتحاری روز گذشته خود به یکی از مواضع انصار الله در شهر البیزا را به عهده گرفت. جنبش انصار الله اکنون قدرت را در صنعا به دست دارد. در حمله انتحاری تروریست‌های القاعده از طریق منفجر کردن خود روی بمبگذاری شده در مقابل یکی از ساختمان‌های انصار الله در شهر البیزا پنج تن نیز زخمی شدند.